تحت مهمترین خبرها. ادامه نبردها در مرکز چندین ولایت. برخی از نمایندگان ولایت سمنگان در مجلس نمایندگان میگویند پس از چاشت امروز بخش های شهر آیبک مرکز این ولایت به تصرف جنگجویان گروه طالبان درآمده و نیروهای امنیتی بدون درگیری از این شهر بیرون شده اند. تلاش های سیاسی برای سرگیری مذاکرات در بحبوحه جنگ. وزارت دولت در امور صلح میگوید که قرار است یک نشست 30 روزه در مورد صلح افغانستان در دوحه برگزار شود. نگرانی هلمندیان از شدت گرفتن نبردها در این ولایت. شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری های چند ماهه گذشته در این ولایت شمار زیادی از باشندگان هلمند را آواره ساخته و زیرساخت ها نیز ویران شدند. و محمد مخبر به عنوان معاون ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران انتخاب شد. به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز، به خبرهای ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 اسد سال 1400 خورشیدی است که برابر است با 9 آگوست سال 2021 میلادی. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری عصری روز یکشنبه با مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار بر ضرورت وحدت و ایجاد طرح مشخص و عملیاتی برای دفاع از ولایت‌ها به ویژه مناطق شمال و مناطق مرکزی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این دیدار هر دو جانب با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در سراسر افغانستان به خصوص شمال و شمال شرق تصریح کردند که اتحاد و یکپارچگی رهبران سیاسی در چنین مقطع حساس می تواند سبب نجات کشور شود. در این ملاقات دکتر بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی، اسدالله سعادتی معاون سیاسی آن شورا، دکتر عباس بصیر وزیر صحت، وزیر تحصیلات عالی و وکیل باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش اسلامی افغانستان نیز حضور داشتند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که قرار است عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در رأس یک هیئت به منظور شرکت در نشست 30 روزه در مورد صلح افغانستان عازم قطر شود. به گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، این نشست به دعوت قطر و با همکاری سازمان ملل متحد میان نمایندگان کشورهای خاص همکار پروسه صلح افغانستان از تاریخ 10 تا 12 ماه جاری میلادی در دوحه برگزار می شود. ناجی انوری می افزاید که هدف از این نشست توقف حمله ها بر شهرهای افغانستان و تسریع گفتگوهای صلح می باشد. در حالی که جنگ شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور جریان دارد، وزارت دولت در امور صلح میگوید که قرار است نشست 3 روزه به دعوت قطر و با همکاری سازمان ملل متحد میان نمایندگان کشورهای خاص همکاری پروسه صلح افغانستان در دوحه برگزار شود. به گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، هدف از این نشست توقف حمله ها بر شهرهای افغانستان و تسریع گفتگوهای صلح میباشد. قرار است از تاریخ 10 الی 12 اگست نشست 30 روزه نمایندگان خاص کشورهای همکار روند صلح افغانستان در دوحه برگزار شود. این نشست به هدف ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در کشور برگزار می شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که قرار است دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در رأس یک هیئت دولتی به منظور شرکت در این نشست 3 روزه از جانب رئیس جمهور اسلامی افغانستان عازم قطر شود. در این نشست از جانب افغانستان رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دولت در امور صلح اشتراک خواهند کرد. این نشست به دعوت و میزبانی کشور قطر و همکاری ملل متحد و امریکا برگزار میشه. گفته می شود در روز اول این نشست اعضای هیئت دولت افغانستان و طالبان و نمایندگان کشورهای امریکا، روسیه، چین، ایران و ازبکستان و همچنان
نمایندگان ملل متحد و اتحادیه اروپا شرکت می کنند. در روز دوم هم نشست تورویکا میان نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار می شود. در روز سوم و پایانی هم نشست میان کشورهای آسیایی به شمول ترکیه و هند برگزار خواهد شد. برمیگرده به اراده هر دو طرف صلح افغانستان و بلکه گفته میتونم اطراف زی داخل در پروسه صلح افغانستان چقدر اراده دارن که مازل نیم قرن افغانستان و جنگ افغانستان خاتمه پیدا کنه و مردم افغانستان شیرینی صلح را بچشن. گفتنی است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان از چندین ماه به این طرف متوقف شده است. حملات طالبان نیز برخلاف تعهداتشان در نقاط مختلف کشور افزایش یافته و جنگجویان این گروه در چند روز اخیر وارد شهرهای نیمروز، شبرغان، سرپل، قندوز و طالقان شدند. ماه گذشته نیز یک هیئت عالی رتبه و مرکب از چهره‌های سیاسی به قطر رفت و با نمایندگان طالبان درباره سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. در پایان آن سفر گفته شد که روی ادامه گفتگوها بین دو جانب توافق شده است. رئیس جمهور غنی با رهبران سیاسی در پیوند به وضعیت امنیتی کشور گفتگو کرده است. ارگ ریاست جمهوری می گوید اکثر رهبران سیاسی از جمله دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، استاد محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، استاد محمد محقق، یونس قانونی و شمار دیگر از چهره های سیاسی در این نشست حضور داشته اند. در این نشست فیصله شده است که نیروهای بسیج مردمی برای مقابله با گروه طالبان در کنار نیروهای امنیتی تنظیم و تجهیز شوند. دیدار رئیس جمهور غنی با رهبران سیاسی در ارگ. آقای غنی روی چگونگی مهار پیشروی طالبان با سیاسیون گفتگو کرده است. در این نشست که روز دوشنبه در ارگ دایر شده، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، استاد محمد محقق، یونس قانونی و شمار دیگر از چهره های سیاسی حضور داشتند. ارگ ریاست جمهوری میگوید در این نشست فیصله شده است که نیروهای بسیج مردمی در برابر گروه طالبان تجهیز شده و در کنار نهادهای امنیتی برای مهار حملات طالبان بسیج شوند. امروز رئیس جمهور با رهبران جهادی و سیاسی دیدار نمودند. در این دیدار رهبران جهادی و سیاسی ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مورد انسجام و تجهیز خیزش های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند. با این حال برخی از آگاهان سیاسی نسبت به اقدام اساسی ارگ در مقابل پیشروی طالبان ابراز تردید میکنند و میگویند که رئیس جمهور نمیخواهد بسیج مردمی در برابر طالبان مؤثر واقع شود. اگر یک تغییر اساسی در حکومت و دولت نبه، اگر یک حکومت جدید تشکیل نشه، حکومت که شکل نظامی را داشته باشه، میتونه ایجاد شود که در رأس حکومت و در تمام نهادها اشخاص دیگه بیاید، تصمیم پیش افراد دیگه باشه و آقای غنی و تیمی که افغانستان را به سقوط مواجه ساخته، افغانستان را به حساب همی بدبختی های امروز، شکست و ریخت امروز، همه هوا همه مولود سیاست و سیاست بازی های ارگ و غنی بوده. با ادامه کار اشرف غنی و ادامه کار از حکومت افغانستان نجات پیدا نمی‌کند. این در حالی است که طالبان حملات خود را از حدود دو هفته به این سو در مرکز شهرها افزایش داده و مراکز شماری از ولایات را به دست گرفتند. شماری از فعالان جامعه مدنی و باشندگان هلمند میگویند که درگیری‌های چند ماه گذشته در این ولایت شمار زیادی از باشندگان هلمند را آواره ساخته و بسیاری از زیرساخت‌ها در این ولایت را نیز ویران کرده است. فعالان جامعه مدنی و باشندگان هلمند ضعف در رهبری ولایت هلمند را مهمترین علت افتادن ولسوالی های این ولایت به دست طالبان می دانند و تاکید می کنند در صورتی که جنگ در ولایت هلمند به گونه درست مهار نشود، دامنه درگیری ها در این ولایت گسترش یافته و ولایت های دیگر را نیز با خطر روبرو خواهد ساخت. این باشندگان هلمند از جامعه جهانی نیز می‌خواهند تا در برابر جنگ جاری در افغانستان خاموش نباشند و فشارهای بیشتر را بر طالبان وارد کنند تا این گروه دست از خشونت بردارند.
در کنار ولایت های جوزجان، قندوز، تخار، سرپل، سمنگان و هرات، هلمند در جنوب کشور نیز از جمله ولایت هایی است که در این شب و روزها شاهد درگیری های سخت و نفسگیر میان نیروهای دولتی و گروه طالبان است. فعالان جامعه مدنی و شمار از باشندگان ولایت هلمند اینجا در یک نشست خبری از آنچه که ناکارایی در رهبری این ولایت میدانند انتقاد کرده و میگویند که درگیری ها در هلمند تا به داخل شهر رسیده و شمار زیاد از باشندگان این ولایت آواره شده و بسیاری از زیرساخت ها نیز ویران شدند. بعد پیو جخصو، بعد منسجم سو، بعد پیو تکبیر سو، ننز مش تکبیر خلقو معصر دغه کړی دی په انصار کې اخیسته دی، ننز مش مذهب خلقو په انصار کې اخیسته دی، زموږ افغانیت خلقو په انصار کې اخیسته دی، زموږ ارزښتونه د ارزښتو په نامه باندې خلقو په انصار کې اخیسته دی، نور د دې په د دې شانو حوصله نور نست. په هلمند کې بد حالات دی، د خوراک دپاره هیڅ شی نه پیدا کیږي، د تداوی دپاره هیڅ شی نه پیدا کیږي. تاسې مرستو ته راودانګئ، که تاسې زموږ سره همکاري کوئ، که تاسې بشر دوستي کوئ، که تاسې حقوقي بشر پر ځای کوئ، دغه یو وخت دی زموږ سره همدردي وکئ. فعالان جامعه مدنی و باشندگان هلمند بمباران نیروهای دولتی در این ولایت را نیز سبب بلند رفتن تلفات غیر نظامیان میدانند و میگویند در صورتی که جنگ در هلمند به گونه کامل مهار نشود، گسترش این درگیری ها میتواند تهدید جدی در برابر سایر ولایت ها ایجاد کند. نور دغه زموږ وطن د دغه حالات څخه خلاصیږي، عجزانو دغه جنگ را روان دی دغه کابل تم را روان دی، که په هلمند کې هلته خونسان نشي په کابل کې خونسان نشي، دغه جنگ دلته را روان دی. از سوی هم این باشندگان ولایت هلمند از جامعه جهانی و سایر کشورهای جهان میخواهند تا در برابر خشونت هایی که در افغانستان جریان دارد خاموش نباشند و فشارهای بیشتری را بر گروه طالبان وارد کنند تا این گروه دست از جنگ بردارند و به گفتگوهای صلح حاضر شوند. دغه ډله ګواښ کوي که چیرې غوښتنې ونه منل شي، دوی به د دښمن د اعمالو پر وړاندې پاسون وکړي او رسمي توګه به د جرمونو نړیواله محکمه کې د هلمند د ټول وژنې او بشري جنایت شکایت ثبت کړي. همدارنګه دغه ډله پر حکومت غږ کوي چې د طالبانو د قماندې مرکزونه بمبار کړي او په ښار کې د نور ملکي ځایونو ښوونیز او روغتیایي مرکزونه هدف نه ګرځوي. با این حال باشندگان هلمند جنگ کنونی را جنگ کشورهای بیرونی می دانند و بر حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی کشور تاکید می ورزند. پس از پیشروی طالبان در بزرگ شهرها، خبرنگاران در ساحات زیر کنترل این گروه با دشواری های روبرو شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که افزایش حملات طالبان در بزرگ شهرها باعث شده است که شماری از خبرنگاران آواره شوند و در موارد جانشان را نیز به خطر افتاده است. این کمیته از طالبان می خواهد که از حمله بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در ساحات زیر کنترلشان خودداری کنند. در ادامه پیشروی طالبان در بزرگشهرهای کشور مانند شبرقان، طالقان، کندوز، سرپل، هرات و قندهار، نگرانی از به خطر افتادن جان خبرنگاران محلی بیشتر شده است. شماری از خبرنگاران از ادامه وضعیت فعلی شاکی بوده و میگویند که خبرنگاران در ساحات زیر کنترل طالبان با خطر روبرو شدند. زنهای خبرنگار بیشتری مسئله جدیتر است، به دلیل از اینکه از یک طرف حمایت کمتر در اجتماع میشن و از طرف دیگه ناامنی هایی که وجود داره خانواده ها را ناگزیر ساخته که دیگه اجازه نتن دخترانشان برن به رسانه ها و کارهای رسانه ای انجام بدن. ما در چند سال اخیر شاید از این هستیم که بسیاری از دخترها از رسانه ها رفتن و نتونستن کار کنند. دلیل اصلیش ناامنی هست. و در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران و برخی از نهادهای رسانه‌ای دیگر با نگرانی از وضعیت خبرنگاران محلی از گروه طالبان می‌خواهند که از ایجاد خطر فراروی خبرنگاران که یک قشر ملکی هستند خودداری کنند. ما می‌خواهیم که از تمام جانب خصوصا از گروه طالبان تقاضا بکنم که هیچ گونه آسیبی به خبرنگاران و رسانه‌ها بعد از تسخیر مناطق و شهرها نرسانند. از سوی هم طالبان امروز یک خبرنگار محلی را در ولایت هلمند با خود بردند. منابع میگویند افراد وابسته به گروه طالبان نعمت الله همت خبرنگار رادیو تلویزیون غرغشت و مدیر مسئول نشرات رادیوی بست هلمند را از خانهش بیرون کرده و با خود برده اند. منابع محلی میگویند که از سرنوشت این خبرنگار تا کنون اطلاعی در دست نیست. این وضعیت میتونه بر شهروندا از یک طرف و بر آزادی بیان از طرف دیگه بسیار خطرناک باشه. حق مردم که دسترسی به اطلاعات است،
ازش گرفته میشه و آزادی بیان که باز هم حق مردم است به دهن مردم کوبیده میشه و صدایشان خاموش میشه. این در حالی است که ده خبرنگار در شهر شبرغان در شمال کشور نیز پس از تصرف این شهر به دست جنگجویان طالبان آواره شدند و شماری نیز در محاصره جنگجویان طالبان قرار گرفتند. نگرانی از به خطر افتادن امنیت خبرنگاران در ساحات زیر کنترل طالبان در حال شدت گرفته است که به تازگی مراکز شماری از ولایت‌های بزرگ به تصرف طالبان در آمده است. برخی از نمایندگان ولایت سمنگان در مجلس نمایندگان میگویند پس از چاشت روز دوشنبه بخش های شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان به تصرف جنگجویان گروه طالبان در آمده و نیروهای امنیتی بدون درگیری از این شهر بیرون شده اند. در همین حال جنگ در ولایت های جوزجان، فاریاب، قندوز، سرپل، بلخ و بغلان به شدت ادامه دارد. بانک در چند روز اخیر طالبان در این ولایت ها پیشروی داشتند، اما نظامیان مستقر در این ولایت ها تاکید دارند که با راه اندازی عملیات بخش های از دست رفته را پس خواهند گرفت. همچنان وزارت دفاع ملی میگوید در یک شبانه روز گذشته با راه اندازی عملیات های زمینی و هوایی بر طالبان تلفات سنگینی وارد کرده است. وزارت صحت عامه از ثبت 235 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر می‌دهد. این وزارت همچنان می‌گوید که در این مدت 25 بیمار کرونایی نیز جان باخته است. آمارهای روزهای اخیر نشان می‌دهد که گسترش ویروس کرونا در کشور سیر نزولی گرفته است. با این حال وزارت صحت از شهروندان کشور می‌خواهد که به منظور جلوگیری از گسترش این ویروس دستورات صحی را مراعات کنند. وزارت صحت عامه کشور امروز از ثبت 235 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا از میان 1505 نمونه که در 24 ساعت گذشته آزمایش شده اند خبر داد. بر بنیاد آمارهای این وزارت در این مدت 25 بیمار کووید 19 جان باخته و 557 بیمار دیگر بهبود یافتند. با این آمارها شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 151013 تن و شمار جان باختگان این ویروس به 6961 تن افزایش یافت. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1505 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 235 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 151013 رسانیده، همچنان 557 مورد بهبود یافته، متاسفانه 25 مورد فوتی داشته. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صحت در روزهای اخیر نشان می‌دهد که گسترش این ویروس در کشور سیر صعودی به خود گرفته است. با این حال وزارت صحت از شهروندان خواسته که به منظور جلوگیری از گسترش دوباره این ویروس در کشور دستورات صحی را مراعات کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای دانشگاه جان هاپکینز آمریکا شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 202 میلیون و 803 هزار تن رسیده و بیش از 4 میلیون و 296 هزار تن دیگر در سراسر جهان در نتیجه این بیماری جان باخته اند. در ادامه نرخ ارز و گزارش وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیس 110 افغانی و 60 پول، یک یورو 93 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپی هندی 1091 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 492 افغانی. و این هم خبرهای خارجی.
محمد مخبر با عنوان معاون ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران انتخاب شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران با صدور یک فرمان محمد مخبر را با عنوان معاونش تعیین کرد. این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران مورد تایید قرار گرفته است. آقای مخبر از 14 سال بدین سو ریاست ستاد اجرایی فرمان آیت الله خامنه ای را بعد دوش داشته است. آقای رئیسی هفته گذشته مراسم تحلیف را در پارلمان ادا کرد و از امریکا خواست که تعزیرات وضع شده علیه ایران را دور کند. آقای رئیسی رئیس جمهور جدید ایران به مردمش وعده سپرده که تحریم های وضع شده بر ایران را دور خواهد کرد. آتش سوزی در جنگل های سربیا سبب شده تا باشندگان دورروستا خانه هایشان را تخلیه کنند. به دنبال آتش سوزی در جنگل های شمال شرق سربیا ساکنان دورروستا تخلیه شدند. آنها به اماکن مسئول انتقال داده شدند و عملیه نجات نصف آتش سوزی را زیر کنترل درآورده. در بیش از 150 نقطه این منطقه آتش سوزی رخ داده است. در یکی از این نقطه 31 خانه و تعمیرهای دیگر تخریب شده است. گرمای موسمی شدید علت آتش سوزی در این منطقه نیز دانسته شده است. در برخی از جزیره های یونان و ترکیه نیز در دو هفته گذشته از چندین آتش سوزی ها و بیجا شدن هزاران نفر گزارش شده است. عربستان سعودی به خانواده های کارمندان صحی که در نتیجه کرونا جانشان را از دست دادن کمک می کند. سعودی به خانواده های کارمندان صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده نیم میلیون ریال سعودی معادل 133 هزار دلار آمریکایی کمک می کند. بر بنیاد گزارش رسانه های سعودی روند کمک سر از روز 9 آگست آغاز شد. عربستان سعودی از جان دادن بیش از 8300 تن به اثر همگیری ویروس کرونا گزارش داده، اما وزارت صحت این کشور شمار کارمندان صحی جان باخته در نتیجه این ویروس را اعلام نکرده است. عربستان سعودی کشور با جمعیت 30 میلیونی میگوید که نزدیک به 30 میلیون دوز واکسن ویروس کرونا را تطبیق کرده است. در کل حدود 533 هزار مورد کووید 19 در عربستان سعودی تایید شده است. و اتحادیه اروپا از اقدام بیشتر علیه لوکاشنکو هشدار داده است. اتحادیه اروپا هشدار داد که اقدامهای بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس روی دست خواهد گرفت. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه آماده است که به دلیل بی‌اعتنایی آشکار رژیم بلاروس به تعهدات بین المللی اقدامهای بیشتر را علیه این کشور اتخاذ کند. ادعای لوکاشنکو در زمینه انتخاب مجددش در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس از سوی مخالفان وی رد شده است. مخالفان وی تاکنون چندین بار تحریم ها در پاسخ به آنچه که سرکوب معترضان در بلاروس خوانده شده بر لوکاشنکو وست کرده است. سپاس بیننده های عزیز از توجهتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.